معترضان به طرح افزایش ریاضت‌های اقتصادی در یونان پنجشنبه دومین روز اعتصاب 48 ساعته خود را آغاز کردند. این در حالی است که دولت این کشور قصد دارد تا پایان وقت اداری این لایحه را به رأی نمایندگان پارلمان بگذارد. آنچه که ما می‌خواهیم بگوییم روشن است. ما به دولت اجازه نمی‌دهیم تا به راحتی این لایحه را به تصویب برساند. ما حتی در محل‌های کارمان به مخالفت خود ادامه خواهیم داد. ما علیه این قانون غیرقابل اجرا مبارزه می‌کنیم. ما همچنین با پیش‌شرط‌هایی که منجر به چنین سیاست‌هایی شده است مقابله می‌کنیم. تظاهرات روز چهارشنبه در آتن که به خشونت و درگیری بی سابقه مبدل شد، موضوع اصلی روزنامه‌های یونان بود. همچنین صدمات وارده به اموال عمومی حکایت از شدت درگیری‌ها دارد. اعتراضات خیابانی روز پنجشنبه هم از خشونت در امان نماند و جوانان معترض موسوم به سیاه‌پوشان با حمله به پلیس بار دیگر آتن را به صحنه نبرد بدل کردم.